بنام خدا و سلام بر شما و مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز شنبه 11 قوس سال 1422 هجری خورشید است. در نخست سرخط مهمترین خبرها. انتقاد یک قاضی سر محکمه پاکستان از اخراج اجباری مهاجران افغان. این قاضی گفته که پاکستان مکلف است تا کنونسیون‌های بین المللی در بحث مهاجرت را عملی کند. پاکستان تمامی کنونسیون های سازمان ملل متحد در مورد حقوق پناهندگان را امضا کرده است و باید از این کنونسیون ها پیروی کند. ادعای تازه پاکستان در مورد حضور تی تی پی در افغانستان. وزارت خارجه پاکستان میگوید امارات اسلامی برای خونسا کردن تهدید طالبان پاکستان تضمین داده است. با توجه به خواسته های مان از مقام های افغانستان تضمین های خاص به ما داده شده است، اما اکنون خواهان اقدام مؤثر علیه تحریک طالبان پاکستان در عمل هستیم. عدم حضور افغانستان در کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم. دفتر معاونت سازمان ملل در کابل از عدم حضور نماینده افغانستان در این نشست انتقاد کرده است. با ادامه حملات اسرائیل بر نوار غزه، سازمان ملل متحد آغاز درگیری ها در غزه را فاجعه بار توصیف کرده است. مشروع خبرها، من داریوش احمدی هستم. یک قاضی سر محکمه پاکستان میگوید پاکستان مکلف است تا به اساس کنونسیون های بین المللی در بحث مهاجرت عمل کند. این قاضی پاکستانی در نشست که در سر محکمه این کشور از بهره رسیدگی به درخواست های حمایت از مهاجرین افغان برگزار شده بود، میافزاید پاکستان تمامی کنونسیون های سازمان ملل متحد در مورد حقوق پناهندگان را امضا کرده است و باید مطابق به کنونسیون های سازمان ملل متحد از حقوق پناهندگان حمایت نماید. همزمان با این شمار از مهاجرین برگشت کننده میگویند پاکستان با بدرفتاری، بازداشت و شکنجه مهاجران افغان را مجبور به ترک پاکستان میکند. خدیجه کوهستانی با جزئیات بیشتر. همزمان با ادامه اخراج اجباری و بازداشت مهاجرین افغان از پاکستان، استر محکمه پاکستان نشستی را به منظور بررسی و رسیدگی به درخواست‌های حقوقی از بهر حمایت از مهاجرین افغان برگزار کرده است. در این نشست، قاضی پاکستانی میگوید که پاکستان مکلف است تا به اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی در بحث مهاجرت عمل نماید. این قاضی در استر محکمه پاکستان می افزاید که پاکستان تمامی کنوانسیون های سازمان ملل متحد در امور حقوق پناهندگان را امضا کرده است و باید از این کنوانسیون ها پیروی نماید. پاکستان تمامی کنوانسیون های سازمان ملل متحد در مورد حقوق پناهندگان را امضا کرده است و باید از این کنوانسیون ها پیروی کند. حکومت موقت صلاحیت اخراج اتباعی فاقد اسناد را ندارد. در حال حاضر با بسیاری از افغان‌ها رفتار غیر انسانی صورت می‌گیرد. این محکمه صلاحیت حفظ حقوق شهروندان را دارد. آگاهان می‌گویند که پاکستان مطابق به تعهداتش عمل و با مهاجرین برخورد انسانی داشته باشد. تأکید بر برخورد حسنه با مهاجرین بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی تا زمانی که در قالب عمل هویدا نگردد شعاری بیش نیست. شماری از مهاجرین برگشت کننده از پاکستان میگویند که پاکستان با بدرفتاری، بازداشت و شکنجه افغانها را اخراج میکند. دیر بد وضعیت را سر را بکنم. مول پا 15 کال را بزیاد تیر کردیم. ولیکن به دره گیم توی که را بود تدش بکنم. بودی سر بانه بیاد مونه تا سخت تلاشی و از ما زوی نواری به جیل که و جیل که مدام نیستی تیره که لگه نسی به دقش پر اخلاص و بودی سر بانه بیاد دیر بد دیدی. تلاشی و بیامی زینا ووت دیر می ورته لاغه ول چتا سوار افغانان ورور رامی کوي ورور کارډونه پانا کوي ومنس کنه لریشت پامیلار سال ته پرو د زبداري خوشی ول یو ټاکی ګرځو کله بل ټاکی ګرځو. پیشتر شماری از سیاستمداران و فعالان حقوق بشر به استر محکمه پاکستان مراجعه کرده بودند تا تصمیم اخراج دستجمعی افغانها را غیرقانونی، خلاف قانون اساسی و خلاف حقوق اساسی اعلام کنند.
استر محکمه پاکستان هیئتی را به رهبری سردار طارق مسعود، قاضی ارشد و با عضویت دو قاضی دیگر برای ارزیابی این درخواست تعیین کرده است. اما تاکنون تصمیم نهایی محکمه پاکستان در این مورد اعلام نشده است. وزارت خارجه پاکستان مدعی شده است که امارت اسلامی برای خونسا کردن تهدید تحریک طالبان پاکستانی از خاک افغانستان تضمین‌های خاص با آنان داده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که با وجود درخواست‌های مکرر پاکستان برای اقدام مؤثر در برابر گروه‌های هراس افغان در افغانستان تاکنون نتایج مشخص دیده نمی‌شود. از سوی دیگر وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در گزارش سالانه‌اش در مورد تروریسم می‌گوید که عناصر گروه القاعده، داعش و دیگر گروه های تروریستی منطقه‌ای در افغانستان در سال 2022 حضور فعال داشتند. امارات اسلامی حضور گروه های تروریستی را در خاک افغانستان همواره رد کرده و بارها گفته است که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی شود. وزارت خارجه پاکستان میگوید امارات اسلامی برای خونسا کردن تهدید تحریک طالبان پاکستانی تضمین‌های خاصی به آنان داده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری گفته است که با وجود درخواست‌های مکرر اسلام آباد برای اقدام مؤثر و معنادار در برابر گروه‌های هراس افغان در افغانستان تاکنون نتایج مشخصی دیده نمی‌شود. ممتاز زهرا بلوچ میگوید که پاکستان به توقعی که از امارت اسلامی داشت دست نیافته و با وجود این ناامیدی اسلام آباد برای متقاعد کردن مقامهای حکومت کنونی افغانستان تلاش میکند. با توجه به خواسته های من از مقام های افغانستان تضمین های خاص به ما داده شده است، اما اکنون خواهان اقدام مؤثر علیه تحریک طالبان پاکستان در عمل هستیم. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در مورد تضمین‌های امارت اسلامی جزئیات نداده و اما گفته است که گفتگوها میان پاکستان و امارت اسلامی ادامه دارد. امارت اسلامی میگوید بررسی‌ها در این مورد جریان دارد و اما همواره تأکید کرده است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی‌شود و مشکلات امنیتی پاکستان مسئله داخلی این کشور است و افغانستان ضامن تامین امنیت در پاکستان نیست. این موضوع تحت بررسی است. از زمانی که ما در این مورد متقاعد خود را مکمل کردیم، انشالله یا وزارت خارجه یا ما انشالله موقف خواهد داشت. از سوی دیگر وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در گزارش سالانه اش در مورد تروریسم میگوید که عناصر گروه القاعده، داعش و دیگر گروه های تروریستی منطقه‌ای در افغانستان در سال 2022 حضور فعال داشتند و داعش برخی حملات را در این کشور انجام میدهد. بر اساس این گزارش، امارت اسلامی افغانستان با آنکه با جلوگیری از استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان برای انجام حملات علیه ایالات متحده و متحدانش متعهد است و ما توانایی آنها در مهار فعالیت القاعده، تحریک طالبان پاکستانی و داعش نامشخص باقی مانده است. افغانستان هیچ کله هم داس کوم جنگی دله نه ده روزل او نه زاور کړی چې هغه بیا بهرنیو هیوادونو ته واستوي او پیسې ورکوي او هلته د خپلو اهدافو دپاره وجنګوي. دا چې پاکستان دا ادا کوي درسته ده، یو شمېر پاکستانیان به که هغه طالب وي، پاکستاني طالب وي یا عام خلک وي، افغانستان ته راغلي وي، افغانستان به پناه ورکړي. اما په دې معنی نه ده چې دوی تشویق کړي چې په پاکستان کې جګړو ته لمن ووهي. امارت اسلامی اما میگوید که افغانستان با توافق دوحه متحد است و نمیگذارد تهدیدی از خاک افغانستان علیه کشورها خلق شود. سخنگویان امارت اسلامی همچنان حضور گروه‌های تروریستی را در خاک افغانستان همواره رد کردند. در حالی که سه روز می شود کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم در امارات متحده عربی ادامه دارد، دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان طی اعلامیه‌ای از عدم حضور افغانستان در این نشست انتقاد کرده است. رئیس یونما گفته است شوک‌ها و فشارهای اقلیمی همچنان بر زندگی روزمره میلیون‌ها افغان تاثیر می‌گذارد. اداره ملی حفاظت از محیط زیست نیز با انتقاد از عدم حضور افغانستان در این نشست می‌گوید سازمان ملل نباید موضوعات سیاسی را با موضوعات مرتبط بسازد. در سومین روز نشست بین المللی تغییر اقلیم در شهر دبی، دفتر معاونت سازمان ملل یا یونما در افغانستان طی اعلامیه‌ای از عدم حضور افغانستان در این نشست انتقاد کرده است.
رئیس یونما گفته است شوک‌ها و فشارهای اقلیمی همچنان بر زندگی روزمره میلیون‌ها افغان تأثیر می‌گذارد. روزا تونبایوا افزوده است که افغانستان همچنان در میان ده کشور اول آسیب پذیر و کم آماده ترین کشورها برای رویارویی با اثرات تغییرات آب هوایی قرار دارد. این وضعیت ناپایدار است. یونما بارها اشاره کرده که کاهش و سازگاری با تغییرات اقلیمی و ایجاد انعطاف پذیری آب و هوا در افغانستان نمیتواند منتظر بماند. همه طرف های زیربط باید به صورت غیر سیاسی و سازنده به نفع مردم افغانستان روی این موضوع وارد عمل شوند. در این اعلامیه همچنان نگاشته شده که نزدیک به 20 میلیون شهروند افغانستان با سطوح اضطراری یا بحران ناامنی غذایی روبرو هستند که ناشی از سومین سال پیهم خشکسالی، فشارهای اقتصادی و بلاهای طبیعی از جمله زلزله است. این نهاد تاکید کرده که تنها آگاهی‌دهی کافی نیست و نیاز به عمل در این زمینه است. اکنون زمان حرکت از آگاهی به عمل است. این امر مستلزم اقدام جسورانه، جمعی و ملموس در مقیاس با حمایت مشارکت تأمین مالی و تلاش‌های حکومتی از جمله در مورد تهدیدات اقلیمی و مشترک منطقه‌ای است. یونما همچنان گفته است که افغانستان نمی‌تواند یک سال دیگر را بدون صدای در مورد تغییرات آب هوایی سپری کند و تغییرات اقلیمی در این کشور همچنان باید یکی از محورهای نشست بعدی اقلیمی سازمان ملل متحد باشد. اداره ملی حفاظت از محیط زیست اما میگوید سازمان ملل نباید موضوعات سیاسی را با بشری مرتبط بسازد. پلان از قبل وجود داشته، آجنده از قبل ترتیب شده بود تا ما بتانیم با اشتراک مقایده این نشست بتانیم آسیب پذیری افغانستان را به سمع جامعه جهانی برسانیم، نیازمندی های ما را در قسمت سازگاری در بحث مالی و ظرفیت سازی و حتی سندی را که ما مطابق توافقنامه پاریس برای 10 سال در برای مدیریت تغییر اقلیم در کشور دیزاین کردیم، ما میتونستیم که این اسناد را و طرح خود را میتونستیم ما به اونجا را بکنیم. افغانستان به عنوان ششمین کشور آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی قرار دارد، در حالی که سهم ناچیز در تولید گازهای گلخانه‌ای دارد. سرمنشی سازمان ملل میگوید جهان باید متحد به افزایش کمک های مالی از جمله برای پرداخت زیان خود باشد. کشورهای در حال توسعه به دلیل بلاهایی که آنها ایجاد نکردند ویران می شوند. جهان باید متحد به افزایش کمک های مالی از جمله برای پرداخت ضرر و زیانشان باشد و باید از کمک های مالی بیشتر برای کشورهای در حال توسعه در اقدامات اقلیمی حمایت کند. یونما همچنان در این اعلامیه هشدار می‌دهد که تلاش‌های کنونی سازمان ملل و شرکای آن به افغان‌ها برای رسیدگی در برابر اقلیم در حال تغییر کافی نیست، زیرا کمک‌های مالی بشردوستانه همچنان رو به کاهش است، تأمین مالی مسائل اقلیمی تا حد زیاد به تعلیق رفته، صدای افغان‌ها همچنان در نشست‌های بین‌المللی در مورد مسائل اقلیمی غایب است و مقامات حاکم هنوز سیاست‌ها و برنامه‌های خود را برای حمایت از دسترسی به منابع مالی جهانی تحت یک سیستم مدون حکومتداری روشن نکرده است. سرپرست وزارت امور داخله با هیئت اتحادیه علمای جهان اسلام که به کابل آمدند دیدار و گفتگو کرده است. سراج الدین حقانی سفر این هیئت را برای مستحکم ساختن رابطه افغانستان با جهان اسلام مؤثر خوانده و با آنان در مورد اوضاع جاری در افغانستان و فلسطین بحث و گفتگو کرده است. آقای حقانی افزوده که حاکمیت در افغانستان در دست علما قرار گرفته و علما بهتر می توانند منافع و اولویت های کشور را درک کنند. از سوی هم علی قرداغی رئیس این هیئت مبارزه افغان ها برای کسب استقلال کشور را پیروزی تاریخی جهان اسلام خوانده و نیز مشکل فلسطین را درد مشترک همه مسلمانان شمرده است. دیدار هیئت اتحادیه علمای جهان اسلام با سرپرست وزارت امور داخله در کابل. وزارت امور داخله در اعلامیه میگوید که سراج الدین حقانی در دیدار با این هیئت گفته است که حاکمیت در افغانستان در دست علما قرار دارد و علما بهتر می توانند منافع و اولویت های کشور را درک کنند. سرپرست وزارت داخله افزوده است که امنیت سراسری در کشور تامین است و ثبات و توسعه اقتصادی نیز روز به روز در حال افزایش است. آقای حقانی همچنان با اشاره به اوضاع جاری در فلسطین، همکاری افغان‌ها به مردم فلسطین را یک افتخار خوانده و نیز سفر این علما برای مستحکم ساختن روابط افغانستان با جهان اسلام را مؤثر دانسته است. سفر آنها را نقطه خوب اتصال و اتحاد با جهان اسلام بیان کرد.
جناب خلیفه صاحب ضمن همدردی با مردم فلسطین و اتحاف دعا به روح شهدای آنان، عملکرد ظالمانه اشغالگران صهیونیستی بالای ملت فلسطین را محکوم کرد. وی همکاری مردم افغانستان با فلسطین را افتخار بزرگی خواند و مجاهده مردم فلسطین را امیدواری و نوید خوبی برای آزادی کشورشان خواند. در اعلامیه وزارت امور داخله همچنان به نقل از علی قره داغی رئیس این هیئت علما آمده است که او مبارزه افغانها برای کسب استقلال کشورشان را پیروزی تاریخی برای جهان اسلام دانسته است و نیز مشکل فلسطین را درد مشترک همه مسلمانان گفته است. این اتحاد اتحاد مستقلی هست که بیرون از دایره نفوذ و تأثیر حکومت ها عمل میکند و در اتحاد و وحدت علمای جهان اسلام و وقفگیری در قبال قضایای مسلمانان رول بسیار مهم ایفا میکند. امیدوار هستیم که مقامات محترم امارات اسلامی دیدگاه‌ها و نظریات این هیئت بلندپایه علمای جهان اسلام را بشنوند و در مواردی که ضرور هست با آن ترتیب اثر بدهند. اما سفر این هیئت علمای دینی به چه منظور بوده و نتایج دیدارهای آنان با مقامهای امارات اسلامی چه خواهد بود؟ سفر هیئت علمای جهان اسلام تحت ریاست شیخ قرهداغی به کابل برخواسته از تعاطفی فکری است که این اتحادیه در مقابل امارات افغانستان داره و هدف از این سفر بیشتر شاید توصیه هایی باشه برای امارات اسلامی، برای بازکشایی مکاتب و مدارس دخترها و دانشگاه های نسوان و همچنان شاید توصیه های اسلامی دیگری که برای امارات را لازم می دانند و امارات از عملی کردنی از او تا حال سر باز زده. این در حالی است که هیئت علمای دینی یک روز پیش با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور داخله نیز دیدار کرده و روی مسائل مربوط به افغانستان بحث و گفتگو کردند. هرچند هیئت‌های علمای دینی از کشورهای اسلامی که در گذشته به کابل سفر کردند، روی مسائل تعلیم و تحصیل دختران با مقام‌های امارات اسلامی صحبت کردند، اما در دیدارهای این هیئت با مقامات امارات اسلامی تاکنون اشاره‌ای به این موضوع مهم نشده است. اعضای خانواده حسن و سادات، یکی از فعالان رسانه‌ای پیشین که پنجشنبه شب در اثر سقوط از منزلش جان باخته است، میگوید حسن و سادات مریض بود و این مریضی سبب شد تا خود را از منزل پایان پرتاب کند. پلیس کابل میگوید بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد که این زن به دلیل استفاده از مواد نشاور جان باخته، اما تحقیقات در این باره هنوز نهایی نشده است. فرهناز فریبرز گزارش می‌دهد. حسنا سادات، کارمند رسانه و بازیگر سینما، شب گذشته ساعت 3 شب از منزل چهارم ای آپارتمان خودش به زمین پرت میکنه و به زندگیش خاتمه میده. شب گذشته حسنا سادات از این منزل به پایان میافتد و جان میدهد. پس از این رویداد موج از شایعات در مورد مرگ او در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود. پلیس کابل می گوید بررسی های ابتدایی نشان می دهد که او در حالت نشه جان باخته است. خانواده‌اش اما می گوید که او مریضی داشت و به علت این مریضی از ساختمان خود را پرتاب کرده است. حالا یعنی وقتی که من خبر شدم همون کسی که بر من زنگ زد و تحت اومد بر از او دور شما باشه توهین کردم. چی میگی؟ باور نمیکردم که از بین رفته باشه. وقتی که آمدن دیدم که جان به عکس برده. حسنا سادات در منطقه قلعه فتح‌الله از مربوطات حوزه دهم شهر کابل زندگی میکرد. خانوادهش میگوید پیشینه خشونت با شوهرش نداشته است و حالا از او دو کودک زیر سن 10 سال بر جا مانده است. دختر من مریضی داشت. چون چند دفعه تداوی کردیم دمی آخر نیمسری گرفته بودش که بخی مریض بود دیگه. اگر یک مدت جای چپا کده بودش همین نیمسری. هیچ جور نمیشد. باز بالاخره همین تکلیف داشت دیگه. از این تکلیف بچگک خوردم هم داره که اگر دفعه چپا میشه. همین تکلیف هست. خودم مدارم همین تکلیفه، چون به نام صوبیان یاد میشه این تکلیف دیگه امیر داشت.
شکر زندگی هیچ کدام مشکلات کدام چیزی نداشت. هیچ کدام چیز. اگر می بود من مادرش می بودم همه چیز برای من قصه می کرد. چون هم چون گپی نبوده. مسئولان امنیتی حوزه دهم پلیس کابل می گویند که تحقیقات در این مورد جریان دارد. انتقالم که شبخانه تا پورت را بخاطلو کور تا ورغلو په کور کې ګورو چې موږ ته ولیدل چې د شرابو بوتل پراته دي چې دوی ډوډۍ خوړلې وه او همدارنګه بعد لغه نه دوی نشي موږ کومې پوښتنې وکړلې میړه یې پورته تللی و څلورم پوړ اووم پوړ ته تر نیم ساعته پورې میړه ورک و بعد له نیم ساعته موږ دا یې راپیدا کړ هغه نه هم پوښتنې وکړلې. از چگونگی مرگ این فعال رسانه‌ای پیشین روایت‌های متفاوت ارائه می‌شود و برای حقیقت ماجرا باید منتظر ماند تا تحقیقات پلیس تکمیل شود. خانواده‌های قربانیان حادثه روز جمعه در هرات خواهان بازداشت عاملین این رویداد هستند. ظهر روز جمعه در نتیجه گلوله‌باری افراد مصالحه ناشناس در ناحیه سهده 13 شهر هرات 6 تن جان باختند و 2 تن دیگر زخمی شدند. در میان قربانیان این حادثه 2 تن از عالمان دین و 2 تن هم زنان هستند. اداره محلی هرات تاکید میکند که عاملین این رویداد به زودی بازداشت میشوند، اما خانواده های قربانیان این حادثه با گذشت یک شبانه روز هنوز جنازه ها را دفن نکردند. علمای شهرک جبرئیل هرات خواهان پیگیری این قضیه از سوی ارگان های امنیتی هستند. اینجا در ناحیه 13 شهر هرات ده‌ها خانواده در گلیم غم نشستند. از میان قربانیان حادثه چاشت روز جمعه 2 تن آنها آلمان دین هستند. محسن حامدی و تقی صادقی در گلوله‌باری افراد مسلح ناشناس همراه با 4 تن دیگر جان باختند. هر نظامی باشه برای ما فرق نمی‌کنه، امنیت به وجود بیاره، تأمین امنیت بکنه، تبعیضات نژادی، تبعیضات مذهبی اینا رو کنار بذار، مردم امنیت میخوان، خصوصا ما مردم خواهان امنیت هستیم از این دولت. ما بگه یا سر فلک میایم تمام جان از من میگشته که چرا شما چی دارید چی ندارید. وقت موتر مسلح می از پیش رد میشه اصلا نگاه نمیکنه چطور ممکن است از این پست رد میشه از این پست گم میشه. در گوشه دیگر از این شهرک نیز خانواده ها در ماتم نشستند. سید قنبر یک تن از زخمی های حادثه روز جمعه میباشد. در این رویداد او زخمی شده و مادر خانومش جان باخته است. از موتر که تشد دیگه در موترم بسته نکرد. می تفنگ از زیر پتونش در آورد و فقط من خواست پرسان کرد که کجایی از کجا آمدین تا ای ملای ما میخواست تا گبی بزنه اصلا نگذاشت گب بزنه. در ماشر کشت شروع کرد به تیراندازی. تیراندازی شروع کرد دیگه ما موقع رفتم پایین دیگه خبر ندارم که اول کی زد کدوم خورد. به دنبال این حادثه علمای شهرک جبرئیل هرات خواهان بازداشت عاملین آن شدند. خانواده های قربانیان نخواستند تا مراسم جنازه برگزار شود. آنها خواهان تامین امنیت و رسیدگی به این قضیه هستند. با هیچ کسی ما دشمنی نداریم، اما نمیدانیم این دشمنانی که ما را هر روز به خاک و خون میکشه، زن و بچه ما را به داغ مینشانه، نمیدانیم تقصیر ما چیه. دولت اگر امروز جلوی اینها را گرفتن نتنه، بازم همین خطرات متوجه خود دولت میشه. سواد یک پست نفر میزنه، نیروهای امنیتی میزنه، در حوزه ها حمله میکنه، چون از زوال ها همینطور شده. اما اداره محلی هرات میگوید هدف افراد که امنیت مردم را برهم میزنند ایجاد تفرقه در مذاهب و اقوام مختلف کشور میباشد، ولی نیروهای امنیتی به خاطر بازداشت این افراد تلاش میکنند. اداره محلی هرات در این واقعه علمناک خود را شریک میدارد و همچنان برای ملت عزیز اطمینان میدهد که نیروهای امنیتی سخت در تلاش است تا عاملین این واقعه را دستگیر و به پنجه قانون بسپارد. در بیش از یک ماه گذشته 5 تن از عالمان دین در نواحی 12، 13 و قریه خوشرود ولسوالی انجیل به قتل رسیدند. وضعیت که جامعه روحانیت را نگران ساخته است. سرپرست وزارت معارف از کیفیت پایین تدریس در مدارس دینی انتقاد می کند. حبیب الله آقا که در مراسم فراغت محصلین دارالعلوم امام ابو حنیفه در کابل سخنرانی می کرد می گوید ارزیابی هایشون نشان می دهد که در مدارس دینی کیفیت تدریس در سطح پایین قرار دارد، اما از لحاظ کمیت رو به افزایش است. سرپرست وزارت معارف همچنان از علمای دینی می خواهد که برای بهبود کیفیت درسی تلاش بیشتر نماید.
مراسم فراغت بیش از 100 تن از دانش آموزان و محصلان از دارالعلوم امام ابو حنیفه در کابل. سرپرست وزارت معارف در این مراسم اما از کیفیت پایین تدریس در مدارس دینی انتقاد میکند و از علمای دینی میخواهد که برای بهبود کیفیت تدریس و بلند بردن ظرفیت دانش آموزان تلاش بیشتر نمایند. حبیب الله آقا اما میافزاید که مدارس دینی از لحاظ کمیت با گذشت هر روز در حال افزایش است. علم ورست را بودی به کیفیت پلیاز داره کمزوری کیجی مستراتی یو سره یه دعوه وی که وی ما فنونم طول ویلی دی احادیش میم طول ویلی دی پا یه مدرسه که استازی خوالی یا یه وزیپه خوالی نو بیازه ارتوام پایش پخنده ارتوام پام دست یه کمزوری امتحان بزه در سخوا اخلم اغه سره پښتنه جنو کم نیز ده حتی د آیات د یو لفظ پښتنه مې راز دی چې تاسو وکړ نیز ده. از سوی هم مسئولان دارالعلوم امام ابو حنیفه میگویند که در حال حاضر در این دارالعلوم 4000 دانش آموز مصروف فراگیری دروسند و در پهلوی علوم دینی دروس عصری را نیز فرا میگیرند. دویم خبر داده چې موږ سره تقریبا د یو سلو شلو په شاوخوا کې شاگردان د څورلسم سمت او د دولسم سمت څخه فارغ شوي دي. د هغو ټولو فارغینو کورنیو او قریبانو ته د زړه له کومې مبارکي وایو. دې فارغینو ډیر زیات ویاړ ترلاسه کوي ځکه زموږ په دارالعلوم کې یوازې دینی علوم نه د دینی علومو تر څنګ عصری علوم پدیره لول پیمانا سره. دارالعلوم امام ابو حنیفه در سال 1323 در کابل تأسیس شده و در حال حاضر بیش از 4000 دانش آموز در این دارالعلوم مصروف فراگیری آموزشند. حال هم خبرهای اقتصادی. وزارت معدن و پترولیم میگوید که پس از بررسی طرح 4 شرکت واجد شرایط، قرارداد استخراج معدن طلای ولسوالی راغستان به یکی از این شرکت ها واگذار خواهد شد. شهاب الدین دلاور همچنان میگوید که قراردادهای معدن فلوراید اورزگان و 3 معدن مرمر ولایت های کندهار و میدان وردک نیز به شرکت های خصوصی واگذار شده است. وزارت معدن و پترولیم میگوید که معدن طلای ولسوالی راغستان ولایت بدخشان را که به داوطلبی گذاشته بودند 4 شرکت واجد شرایط شناخته شده است که پس از بررسی پروپوزل هایشان یک شرکت برنده خواهد شد. پروپوزل ها شما میبینین اینجا است. پروپوزل ها اجمالا دیده شد و برای یالی یک هیئت معذب می شود. به هر پروپوزلش نمبرات داده می شود. د چا نمرې چې له شپېتو نه پورته وي یا شپېته وي هغه کامیاب دي. چا چې ډېرې نمرې وړې وي له هغو سره به موږ انشاءالله قرارداد کوو. شهاب الدین دلاور میگوید که 4 معدن کوچک دیگر را نیز در ولایت های اروزگان، کندهار و میدان وردک با شرکت های خصوصی قرارداد شده است. معدن کوچک دادیم که اول فلورایت بود. فلورایت در اروزگان است با 15000 فی تن او 3 سنگ مرمر است. یک در قندهار شوالی کوت با 600 و یک در میدان شهر است او یک در مجردش شاکابل است و یک در میدان شهر دیگه است که در تنگی وردگ است با 4400 داده شدند. این در حال است که بیش از این وزارت معدن و پترولیم گفته است که تفاهم نامه های استخراج 53 معدن به ارزش 7 میلیارد دلار در سال روان خورشیدی با شرکت های داخلی و خارجی امضا شده است. کارخانه نجاری ریاست کانال ننگرهار با وجود مشکلات زیاد همچنان فعال است. در این کارخانه کارگران زیاد کار می کنند و توسط دست و ماشینالات انواع لوازم دفاتر و خانه را می سازند. مسئولان در این فابریکه نجاری میگویند که آنان با کمبود نیرو و همچنان مواد خام روبروند و از حکومت میخواهند تا مشکلات آنان را رفع نماید. این کارخانه نجاری ریاست کانال ننگرهار است.
کارخانه ای که سال هاست فعال است و انواع لوازم دفاتر در آن ساخته می شود. مسئولان در ریاست کانال ننگرهار می گویند که تمامی نیازهای این کانال در بخش لوازم دفتر در همین کارخانه ساخته می شود و آنان می توانند فراتر از نیازهای این کانال ها لوازم بسازند. لرگی نه چی؟ در نجاره پا بخش که چه شای جوڑی دیشی؟ اغا ظرفیت لیلہ الحمد زمون سرشته دی؟ پا طول بخشونو که هر قسم در استعمال و در دفتری یا در کورونو در پارا در ضرورت ورشی نده منگدل تا محیا کوله شو. اما مسئول این کارخانه میگوید در حال حاضر با هیچ دفتر قرارداد برای فراهم کردن لوازم ندارند و فقط وسایل مورد نیاز دفاتر کانال ریاست ننگرهار را برآورده میکند. موږ په خپل داخل د کانال ریاست چې څومره پارمونه دي څومره ودانۍ دي که چار شي مات شي خراب شي که دروازې دي که کړکۍ دي که چوکۍ دي که کوچونه دي د دې اړتیا پوره کوو او اندېده پاره کار کوو. افرادی که در این کارخانه کار میکنند از کمبود پرسنل و نرسیدن مواد خام به موقع شکایت دارند و از حکومت میخواهند که به مشکلات آنان رسیدگی کند تا بتوانند تولیدات بیشتر داشته باشند. فرنیچر لکه دبل بیت تخت خواب او داشتن مونگ آزر آمدی شده اینه جور کنید. هم شته دیزه که چی دلتا پا وقت بنده مونگ تا کم سا چی ضروری رسیدگی نکی که بل ده کاریگر رو کم بود ده نو ده غشته پرسونل چی کم ده ده کم ده ده کار ده غد پارا. بر اساس معلومات مسئولان ریاست کانال ننگرهار هم اکنون در این کارخانه حدود 13 تن مشغول کارند و برنامه دارند تا در آینده تعداد کارگران را افزایش داده و سطح تولیداتشان را گسترش دهند. نرخ ارزها از توجه و همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزارم. خدا نگهدار.